اوه آقا، تانهال 15 بازی کلش آف کلنز بالاخره رونمایی شد. همینطور که اینجا داریم میبینیم کلیپ رسمی شرکت سوپرسل و تم جادویی داره. همونطور که میبینیم بازم اینفرنو داره. حالا توی این ویدیو میخوایم مفصل صحبت بکنیم، ولی داریم یه پیش نمایش خیلی ریزی اینجا ازش میبینیم. بسیار جذابه، بسیار جذاب. تانهال 15 بازی کلش آف کلنز بالاخره از راه رسید. خیلی خب، آقا توی این ویدیو اومدیم راجع به تانهال 15 و آپدیت جدید بازی کلش آف کلنز صحبت بکنیم که بسیار هم برگریزونه. بالاخره بعد از این همه حرف و عریس و صحبت و این حرفا که میگفتن تانهال 15 این شکلی و اسلحه‌ش این مدلی و هیروی جدید و فلان و این چیزا، بالاخره همه چیز معلوم شد. تانهال 15 رونمایی شد. همونطور که اینجا میبینیم یه لیست بلند و بالا از ارتقا و کاهش هزینه ها و بندوبست های مختلف داریم. همونطور که خب میدونین تانهال 15 خیلی گرونه، بندوبست مختلف داخلش برای ارتقا و در نتیجه چیز میزای قبلی یه ذره ارزون تر شدن. اینجا هم که داریم مشاهده میکنیم خود تانهالو طبق معمول 5 تا لول داره و داخلش همچنان منفجر میشه، اسپل سم به وجود میاد، منتها اینفرنو و این چیزاش قوی تر شده و رنگش هم عوض شده. اینجا که داریم میبینیم تمش کاملا ماجیک یا جادو و اون اینفرنوش حالت بنفش داره رنگش، یعنی اون آتیشی که به حالت اینفرنو میاد و دشمنو میگیره خیلی خوشگل و خوش رنگتر شد. الان دوباره اینجا با هم دیگه میبینیمش، اینجا داریم ارتقاش رو با هم دیگه میبینیم که 5 تا لول داره و لول پنجمش به مراتب از لول یکش حتی خفنتر هم هست. اینجا داریم مشاهده میکنیم با هم دیگه، یه نوری دور و برش میاد که خیلی خفنه. اینجا رو می‌خواستم با هم دیگه ببینیم. میبینین اون آتیشی که ازش بیرون میاد حالت اینفرنوش رنگ بنفش رنگ و ماجیک داره و وقتی هم که منفجر میشه یه دمیج بسیار زیاد، اسپل سمی که خیلی خوشگلتر شد. و خلاصه بریم سراغ مبحث بعدی که میخوایم راجع به هیروها صحبت بکنیم. متاسفانه هیروی جدیدی در کار نیست، اما 5 لول به همه هیروها اضافه شده. یعنی مثلا همونطور که داریم میبینیم اگه کینگ و کوین لولشون 80 مکس بود الان 85 شده، رویال چمپیون که 30 بود 35 شده و گرند واردن هم که 55 بود به لول 60 میرسه. و خب هزینه ها هم که داریم اینجا با هم دیگه میبینیم خیلی گرونن، خیلی گرونن و واقعا سخته که بخوای اینا رو همه رو ارتقا بدی. خیلی طول میکشن، قطعا خیلی طول میکشن. تایمشون که حالا کاری نداریم، همون 7-8 روزیه که بوده، ولی خیلی سنگینه که تو بخوای این هزینه رو جور بکنی. حالا با چکش و اینا کاری ندارم، ولی در کل خیلی سخته. بریم سراغ قسمت بعدی، کلن کستل. همونطور که تو ویدیوی انتظاراتمون از تانهال 15 هم گفتیم، کلن کستل توی تانهال 15 50 نفری میشه و این واقعا خیلی خفنه. خیلی هم طرح خوشگلی داره، یا حداقل من که اینطور فکر میکنم طرحش واقعا خوشگله، ولی ارتقا دادنش واقعا سخته. 20 روز طول میکشه و دو سوم یک ماه واقعا زیاده، ولی تم بسیار خفنی داره. واقعا یاد تانهال 13 میافتم من بیشتر تا 14، و اینم لول جدید بندوبساتی که حالا داخل تانهال 15 میتونیم ارتقاشون بدیم. ایکس بو به لول بعدی ارتقا پیدا میکنه، به طب قوی ترم میشه و بقیه دفاعی هایی که اینجا داریم با هم دیگه میبینیمشون، مثلا اینفرنو که به لول 9 میرسه دمیج بیشتری میزنه و 21 میلیون طلا لازم داره تا بعد از 19 روز بره به لول بعدی. و بقیه دفاعی ها که الان به ترتیب همه رو اینجا خواهیم با هم دیگه ببینیم، ایر دفنسی که اینجاست و خیلی جالبه، ایر دفنس واقعا دیگه خیلی سگی قوی میشه، دمیجی که وارد میکنه به شدت زیاد. مورتار رو همینجا داریم با هم دیگه ببینیم، خیلی خوشگل میشه، واقعا خیلی خوشگل میشه مورتار. و 18 روز طول میکشه، واقعا زیاده، خیلی طولانیه ها. و برج ویزارد، برج ویزارد یکی از خوشگل ترین ارتقاها رو داره. الان شما اینجا با هم دیگه میبینیمش دیگه، واقعا جذاب میشه، خیلی جذاب میشه و طرحش عالیه، عالیه واقعا. کاری ندارم که چقدر گرونه و این حرفا، ولی واقعا خیلی جذابه. بریم سراغ بعدی، آرچر تاور که اینجا داریم با هم دیگه میبینیمش، به لول 21 میرسه. هم آرچر تاور هم کنن هر دوتاشون به لول 21 میرسن که این لول واقعا خیلی زیاده و نمیدونم، خیلی خیلی زیاده. شاید باید یه جورایی اون اوایل بازی بیشتر رعایت میکرد که اینجا به یه همچی چیزی نرسه که 21 لول کنون و آرچر تاور داشته باشیم، ولی خب به هر حال خیلی هم خوشگله. شما فقط این کنون رو ببین، دلبری میکنه اصلا. تو قسمت بعدی هم که داریم با هم دیگه برج بمب رو میبینیم، برج بمب هم همونطور که اینجا مشخصه میره سراغ لول 10 و خیلی هم خوشگل میشه.
از بین اون بنده وسط خوردریزه هایی هم که داخل مپمون داریم، فقط بمبای عادی و اون بمبای هوایی قرمز رنگ لول جدید براشون میاد. اون جاینت بمبا و بمبای مشکی هوایی فعلا لول جدیدی براشون تو این آپدیت منتشر نمیشه. و اما از اونجایی که ما باید این همه ساختمون و هیرو و فلان و این چیزا رو ارتقا بدیم، در نتیجه لول جدید مخازن طلا و اکسیر هم داریم که همونطوری که تو ویدیوهای بررسی یا انتظاراتی که از تانهال 15 داشتیم هم گفتیم، باید بیشتر میشد جای این مخازنمون. و خب مخازن طلا و اکسیر به 22 میلیون طلا و اکسیر و مخزن دارک اکسیر هم به 350 هزار رسید که خیلی زیاده. این ساختمونایی هم که اینجا داریم با هم دیگه میبینیم لول جدید براشون منتشر شده. بذار از بالا بیایم به پایین. اون پت هاوسی که ما اون بالا داریم لول جدید براش اومده، اما از اونجایی که ما هیروی جدید نداریم و خب یه ذره تو ذوق میزنه خدایش، ولی خب کاری نداریم باش. از اونجایی که هیروی جدید نداریم، پس پت جدیدی هم نداریم، هیچ حیوان جدیدی فعلا نیومده. ولی مطمئن باشین توی آپدیت های بعدی، که حالا آپدیت بعدی قراره توی یکی دو سه هفته اول ماه دسامبر منتشر بشه که آپدیت زمستونه، فکر نمی‌کنم خیلی بیان چیز جدیدی رو بدن و این حرفا، اما توی آپدیت های بعدی که هم قراره یه دستی به مپ شب کشیده بشه، هم دیگه میاد و حالا هیروی جدید ممکنه رونمایی بشه، شاید هم اصلا بیخیالش بشن، مشخص نیست فعلا. ولی راجع به این پت هاوسی که اینجاست، می‌خواستم بهتون بگم که برای هر کدوم از اون 4 تا حیوانی که ما در حال حاضر داخل بازی داریم، 4 لول جدید اومده. خب ارتقا دادنش واقعا اونقدر آسون نیست، چون هزینه‌اش زیاده و زمانی زیاد رو هم می‌بره. بریم سراغ ساختمون بعدی که لابراتوری داخل این عکس داریم با هم دیگه می‌بینیمش. لابراتوری هم لول جدید اومده. حتما یکی از اولین کارهایی که برای بچه‌هایی که میرن تا حال 15 باید انجام بدن اینه که یا خودشون لابراتوری رو ارتقا بدن، یا به نظر من اگه چکشی کتابی چیزی داری بزن روش. لابراتوری خیلی مهمه که همون اول کار ارتقاش بدی تا بتونی لول جدید نیروها رو داشته باشی، و طرحش هم خیلی خوشگل شده، مطمئنم قبول دارین. اوکی، بریم سراغ اسپل فکتوری. برای اسپل فکتوری و البته ورکشاپ یا همون ساختمون ماشین هامون هم لول جدید اومده که باید ارتقاش بدیم. فعلا اطلاعات بیشتری در دسترس نیست، باید وایسیم تا آپدیت بیاد ببینیم اسپل جدید و ماشین جدید و اینا منتشر شدن یا فقط لول قبلی ها بیشتر شده. فعلا اطلاعات بیشتری نداریم، باید وایسیم تا خود آپدیت. خبر خوب بعدی، کمپ ها به لول بعدی ارتقا پیدا کردن. همونطور که اینجا داریم با هم دیگه میبینیم، هر 4 تا کمپمون یه لول ارتقا پیدا میکنن، هر کدوم 5 نفر، و این یعنی اون آرمه ما از 300 نفر میاد به 320 نفر. ببین 300 نفر خودش خیلی بود، خیلی بود، و حالا 320 نفر خدا میدونه فقط که اون 20 نفر اضافه چه کارها که نمیشه باهاش کرد. یعنی شما فکر کن واقعا کارهای عجیب غریبی با همون 20 نفر اضافه میشه کرد، و این نشون میده که تانهال 15 چقدر از تانهال 14 برتره به خاطر همین یکی فقط که میتونی 20 نفر اضافه با خودت ببری. و البته دیوار لول 16 همونطور که راجبش صحبت کرده بودیم، هر کدوم 8 میلیونه 8 میلیون وحشتناکه، و خب به هر حال کارش نمیشه کرد. اوکی، همونطور که گفتیم نیروی جدیدی فعلا توی این آپدیت وارد بازی نشده، سرباز جدیدی نداریم، ولی لول جدید برای یه سری از نیروها اومده که الان می‌خوایم بریم با هم دیگه راجبشون صحبت بکنیم. یه سری از نیروها مثل بربر، مثل آرچر که اینجا حالا همه رو با هم دیگه یکی یکی می‌بینیم، لول جدید براشون اومده. به طور مثال بربر، یعنی که اینجا داریم می‌بینیم به لول 11 ارتقا پیدا می‌کنه و خب قوی تر میشه. البته توی تانهالای بالا واقعا از بربر و آرچر و اینا استفاده نمیشه آنچنان، مگر اینکه بخوای خیلی فانتزی اتاک بزنی و حالا به عنوان شلوغ کاری ببریشون و این حرفا، یا دو سه تا فقط ببری برای پاکسازی اطراف. ولی خب لول جدید برای بربر و آرچر اومده که خب نمادهای بازی هستن یه جورایی. همچنین برای جاینت، جاینت هم به لول 11 ارتقا پیدا میکنه و جونش خب حالا هیت پوینتش 2200 میشه. اون دمیجی هم که وارد میکنه از 78 8 تا دیگه میاد روش، حالا بیشتر میشه یه مقداری. نیروی بعدی که اینجاست والبریکره. والبریکر به لول 11 ارتقا پیدا کرد و خیلی زیاده، خیلی زیاده، یعنی دیگه به تنهایی والبریکر خودش کار سوپر والبریکر رو انجام میده. نیروی بعدی که خیلی خفنه و ارتقای جدید براش داریم ویزارده. ویزارد خودش اصلا به کنار، سوپر ویزارد الان یعنی قوی تر شد، و این واقعا یعنی واویلا، یعنی واقعا خیلی خوبه، بی نظیره، و میتونیم ویزاردمون هم به لول 11 ارتقا بدیم. همچنین خبر خوب برای هوگ ماینر بازا اینه که ماینر لول جدید براش اومده، ماینر به لول 9 ارتقا پیدا میکنه که خب این خیلی خبر خوبیه. میبینیم هیت پوینتش همون جونش 100 تا بیشتر شد و دمیج بیشتری هم وارد میکنه و الکترو دراگون
دراگون، برای به خصوص ما ایرانی‌ها که همه طرفدار الکترو دراگون هستیم، برای الکترو دراگون لول 6 منتشر شد. خیلی زیاده ها، یعنی دمیج زیاد، جون بیشتر و عالیه. بریم سراغ گالم و تبریک بگیم بهش. اولین کارت یا اولین سرباز بازی کلش آف کلنز که به لول 12 میرسه. برگریزونه، ولی خب گالم باز هم قوی تر میشه و لول بعدیش. بریم سراغ مینیون. مینیون هم همونطور که داریم میبینیم به لول 11 رسید. با خودش کاری ندارم، ولی سوپر مینیون حالا قوی تر شد و به خصوص که توی معمولا کلن کسلا برای دفاع سوپر مینیون هست، عالی میشه و برای اونایی هم که میخوان حمله بکنن خیلی کار سخت تر هم میشه و عالیه. و بریم سراغ بعدی، ویچ بالاخره براش لول جدید اومد. خیلی وقت بود، یعنی ویچ کلن 5 لول داشت، با اینکه خیلی وقت داخل بازی هست و این حرفا، و بالاخره لول 6 برای ویچ منتشر شد. عالی هم هست، خیلی خوبه، خبر خیلی خوبی بود. بریم سراغ چند تا از اسپلایی که لول جدید براشون اومده. اسپل لایتنینگ یا همون زپ خودمون لول 10 رسید، لول 10، و اگه دقت بکنید دمیجش هم خیلی بیشتر شده، الان 600 تا دمیج میزنه و این یعنی خیلی زیاد. اسپل بعدی اسپل پویزن یا همون سمه که به لول 9 میرسه. خیلی خوبه واقعا و اثرشو داری میبینید دیگه چقدر زیاده. اسپل بعدی هم که به لول بعدی ارتقا پیدا میکنه اسپل هیله، که اینجا داریم میبینیمش. اسپل هیل هم به لول 9 ارتقا پیدا میکنه، خب اثرش طبیعتا بیشتر میشه، 17 میلیون اکسیر لازم داره. خیلی طولانیه ارتقا، واقعا خیلی طولانیه، 17 روز میخواد طول بکشه. اسپل بعدی اسپل جامپ، شاید برای هیچ کم اهمیت نداشته باشه، ولی یکی از ارتقاهای واقعا چشمگیره، یعنی خیلی به چشم میاد. 80 ثانیه بود لول قبلیش زمانی که اسپل جامپ باقی میموند، حالا 20 ثانیه اومد روش، 100 ثانیه شده. 100 ثانیه شما کلا اتاک 3 دقیقه است. بریم سراغ اسپل بعدی که اینجا داریم میبینیم، اسپل بته و خیلی خنده داره. اسپل بت به لول 6 ارتقا پیدا میکنه و شما باید 330,000 دارک اکسیر بدید تا بعد از 18 روز یه دونه بت اضافه بتونی به خودت ببری، یه دونه. اوکی، بریم حالا توی این ویدیو به شکل بند و بساط جدیدی هم که داریم نگاه بکنیم. الکترو دراگون رو میبینیم که خیلی خفن‌تر شد. گالم خیلی داره به چشم میاد ارتقاش، عالی شده واقعا. اون کلاه بربر هم سنگین‌تر شده. و راجب دیوارا هم با هم دیگه یه نگاهی بندازیم. دیوارا این بود و حالا این قراره بشه. فعلا برای همه دیوارا ارتقا نیومده، به مرور میاد. همین کارو برای تونال 14 هم کردن و داری میبینی دیگه. خیلی یعنی من یکی حداقل خودم تو لول 13-14 دیوارا موندم و 8 میلیون برای هر کدوم از دیوارا اصلا وحشتناکه و خیلی قرار طول بکشه مطمئنا. اوکی، و اینم از همه اخبار و اطلاعات و بندوبستاتی که باید راجع به این آپدیت بزرگ و جدید بازی کلش آف کلنز میدونستیم، آپدیت مربوط به تانهال 15. البته که خودتون دیگه میدونید دیگه، خیلی لیست ارتقاها و بندوبستات و اتفاقاتی که توی بازی افتاده زیادتر از این حرف هاست، منطب اونقدری مهم نیستن. یعنی مثلا توی این لیستی که اینجا سلام داریم با هم دیگه میبینیم، از اونجایی که لول جدید برای خیلی از بندوبستات اومده و دیدیم توی این ویدیو، به تبع لولای قبلی یه ذره ارزون‌تر شدن یا مثلا تایمشون یه ذره کمتر شده. اصلا این لیست انقدر طولانیه، شما هر چقدر بری پایین‌تر تموم نمیشه، ولی خب هست و وارد بازی شده، ولی خب اونقدر حالا اهمیتی شاید نداشته باشن. منتها همه چیزایی که خیلی اهمیت داشتن و چیزای جدیدی که بازی اضافه شدن و اینا رو با هم دیگه توی این ویدیو بررسی کردیم. خود آپدیت هم به زودی توی همین چند روز آینده به دست همگی میرسه، میتونیم بازی بکنیم و این حرفا لذت ببریم. آپدیت خفنیه، خیلی وقت بود که منتظر انتشار تانهال 15 بودیم و بالاخره اصلا رسید. بالاخره رسید و شکلش هم دیدیم و طرح تم ماجیک داره و خیلی هم خفنه. و خلاصه که ایشالا خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه و بقیه ویدیو هم که تو کانال هست و اگه دوست داشتی میتونید تماشا بکنید و اگه خوشتون اومدم میتونید یه دونه لایک و سابسکرایب برام بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. دم شما گرم، خیلی مخلصم و تا ویدیوهای بعدی ارادت. فعلا. We'll be right back.